یوحنا فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف و دروازه گوسفند حوض با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبرانی آن را بیت هستا می گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و شلان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند. زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به حوض داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به حوض داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرض مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت زیادی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض جواب داد: هی آقا، وقتی ها برکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در حوض بیندازد. تا من از جای حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من داخل می شود. عیسی به او گفت: برخیز، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و برا افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان و مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را ببری. او در جوابشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد و من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: کی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در خانه خدا یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتر دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را میکرد، یهودیان به زجر او پرداختند. اما عیسی به آنان گفت: پدرم هنوز کار میکند و من هم کار میکنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، چون او نه تنها روز سبت را میشکست بلکه خدا را پدر خود میخواند و بدین طریق خود را با خدا برابر میساخت. عیسی در جواب آنان گفت: به یقین بدانید که پسر نمیتواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که میبیند پدر انجام میدهد. هرچه پدر میکند پسر هم میکند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان میدهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همان طور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها زندگی می بخشد، پسر هم هر کی را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همان طور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که او را فرستاده است بی حرمتی کرده است. به یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به کسی که مرا فرستاده است ایمان آورد زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است. و یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همان طور که پدر سرچشمه زندگی است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا سرچشمه زندگی باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و بدکاران برای بازخواست. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم،
بلکه مطابق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام اراده پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او درباره من اعتباری دارد. شما قاصدان پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیاز ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می گویم. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما می خواستید برای مدتی در نور او شادمانی کنید. اما من شاهد بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. نوشته ها را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آنها زندگی ابدی خواهید یافت، در حالی که آنها درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را ملامت خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را ملامت می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، بر من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید؟